اگر شما تو این تصاویری که دارید بخواید دنبال چهره افراد بگردید، میتونید همه اونها رو انتخاب بکنید، بیایید توی قسمت فایل، آنالایز ویدیو و پیپل. اگر دنبال تصاویری هستید که ممکنه خیلی لرزش داشته باشن و نیاز به استابلیزیشن داشته باشن، همونطور که دیدید توی درس استابلیزیشن، میتونید این عنوان رو انتخاب بکنید. اگه برای هر دوتا میخواین آنالیز بکنید، میتونید جفتش رو بزنید. کلا پروسه زمانبری هست. من اگر فرضاً بیام این رو انتخاب بکنم و بیام فایل استابلیزیشن، با وجود که 5 ثانیه هست این کلیپ، حدود 1 دقیقه شاید طول بکشه. و به محض اینکه این کار آنالیز رو انجام بده دیگه، احیانا شما اگه نیاز باشه بعدن توی تایملاینتون استفاده بکنید و تو پروژهتون استفاده بکنید، اون پروسه‌ای که دیدیم برای استابلیزیشن بود رو میتونید خیلی کوتاه‌تر بکنید و خیلی راحت‌تر میتونید این کار رو انجام بدید. به طور مثال من اینجا الان این تصویر رو میبینم، خب هنوز لرزش داره، ولی اگه این اضافه بکنم به تایملاینم و بیام اینجا روی این عنوان استابلیزیشن، همونطور که شما میبینید این عنوان انتخاب شده و خب این اندازه 100% هم زوم شده. من اگر پلی رو بزنم تقریبا تصویر من کاملا ثابت هست. اگر من اینجا بیام این رو بردارم و دان رو بزنم، شما میتونید قبلش رو ببینید که خب یه مقدار لرزش داشته. برای این قسمت پیپل هم که شما میتونید بیاید توی انالایز ویدیو پیپل، و باز یه پروسه زمانبره و میتونه چهره افراد رو شناسایی بکنه توی تصاویر. اینو میزنم، این 4 دقیقه طول میکشه تا این 1 دقیقه فیلم رو آنالیز بکنه. من تموم که شد دوباره در خدمتتون هستم. زمانی که کارش تموم میشه، قسمت هایی که چهره افراد هست توش رو با این خط بنفش مشخص میکنه. مثلا اینجا هست، اینجا باز یه چهره هست که براش خیلی واضح بوده، و اینجا. اگر شما این آیکون رو هم بزنید، تمام چهره ها رو و تمام نمای بسته از چهره رو برای شما میتونه جدا بکنه. اگر احیانا خواستید میتونید خیلی راحت این کیوردز رو هم بزنید. به طور مثال اگر اشخاص مختلفی دارید که اینجا میخواین اسم براشون تعیین بکنید، میتونید از اینجا خیلی راحت با کیورد اسمهایی هم که افراد دارن از اینجا مشخص بکنید.